کوهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت 25. فصل 13. با ولادت لیلا در هفتم فروردین ماه 1349 خوشبختی خانواده ما به سرحد کمال رسید. ما 4 فرزند می‌خواستیم و خداوند آنها را به بهترین وجه، یعنی 2 دختر و 2 پسر به ما عطا کرده بود. طی مصاحبه‌ای در آغاز بارداری گفته بودم احساس می‌کنم 4مین فرزندم دختر خواهد بود و پادشاه و من مایلیم نامش را لیلا بگذاریم. متن این مصاحبه را حفظ کرده بودم و پس از به دنیا آمدن دختر کوچکم با خوشحالی بسیار آن را به دفترچه خاطراتی که برای او تهیه کرده بودم ضمیمه کردم. چند صفحه بعد در تاریخ 7 فروردین 1350 به مناسبت اولین سال تولدش این چند خط را به کتابچه او اضافه کردم. موجودی دوست داشتنی، اجتماعی و خندون، با صدای بلند میخنده و هنگام خندیدن چینی روی بینیش میفته. ما توانسته بودیم علارغم مشغله زیاد یک زندگی کم و بیش خانوادگی ایجاد کنیم. این زندگی 10 سال پیش با عشق متقابل، خنده ها و امیال مشترک ما آغاز و با ولادت رضا که ادامه سلسله پهلوی را نوید میداد و موجب خوشبختی و راحتی خیال بسیار همسرم شده بود به کمال رسیده بود. گذراندن تعطیلات همانند پناهگاهی در یک اقیانوس خروشان ما را از یک زندگی شلوغ و پرتلاطم نجات می‌داد. طی این تعطیلات می‌توانستیم در نوعی خلوت نسبی و دور از غم و غصه‌ها و توقعات این و آن و حضور دائم مسائل ایران و جهان به سر بریم. اگر از کلمه نسبی استفاده می‌کنم به خاطر آن است که هیچگاه همسرم را حتی در کنار دریا یا هنگام ورزش‌های زمستانی ندیدم که روزی را بدون شرکت در جلسات کار با نخست وزیر یا اعضای دفتر خود و یا کسانی که به ملاقاتش می‌آمدند بگذراند. او در هر صورت همه صبح‌ها به کار مشغول بود. در واقع ما هیچگاه نتوانستیم مانند دیگر خانواده‌ها به طور طبیعی زندگی کنیم و زمان لازم را صرف بچه‌ها کنیم. هنوز هم فرزندانم با اینکه به مسئولیت ما واقف هستند به این مطلب اشاره می کنند. اگر یک بار دیگر زندگی را از سر می گرفتم، بیگمان وقت بیشتری صرف فرزندان و همسرم می کردم. برای یک مادر خوشبختی و شکوفایی بچه هایش مهمتر از همه چیز است و اگر بخواهم نصیحتی به زنان بکنم، باید بگویم وقتی کار واقعا لازمی در پیش ندارید، اکثر وقت خود را در اختیار فرزندانتان بگذارید. اصولاً معتقدم در رأس سازمان‌های متعدد به هموطنانم خدمت کردم و در این حال از فکر آینده فرزندانم نیز غافل نبودم، اما این کار جای محبتی را که مایل بودم همه روزه و به طور دائم به آنها بدهم نمی‌گرفت. در آغاز ازدواجمان برای گذراندن تعطیلات به شهر بابل در کنار دریای خزر می‌رفتیم. در آنجا قصر قدیمی کوچک و بسیار زیبایی وجود داشت که در زمان رضا شاه ساخته شده بود. این قصر در میان یکی از آن باغ‌های قرار داشت که من دوست دارم، پر از درختان و گیاهان خاص منطقه گیلان و مازندران، درختان نارنج، لیمو و نیزارها. من عاشق گردش در این باغ بودم تا در رویاهایم فرو بروم و از خود بی خود شوم. پادشاه اسب سواری می کرد و یا با هم بازی پتانک می کردیم و شبها به بازی های جمعی چون چیستان می پرداختیم که گاهی بچگانه به نظر می آمد ولی همیشه ما را به خنده می انداخت. در این مواقع من از دیدن چهره خندان پادشاه که همواره حالتی با وقار و نگران داشت لذت می بردم. ما هنگام نوروز برای یک سفر 15 روزه با قطار به آنجا می رفتیم. تابستانها به مدت 1 ماه به نوشهر می رفتیم و در خانه چوبی که بر پایه های سیمانی روی آب قرار گرفته بود زندگی می کردیم. این خانه هیچ شباهتی به قصر نداشت و متشکل بود از 1 اتاق خواب،
یک سالن کوچک که پادشاه میهمانان یا مشاورین خود را در آنجا میپذیرفت، یک اتاق غذاخوری و یک بالکن سرپوشیده که در آنجا نهار میخوردیم و یا شبها فیلم تماشا میکردیم. در کنار این خانه چوبی مکانی برای مستحفظین و چند اتاقک مخصوص لوازم شنا قرار داشت. این مجموعه شباهتی به کاخ نداشت، ولی بهترین لحظات زندگی ما در آنجا گذشت. تعجب پروفسور فلاندرن، طبیب فرانسوی پادشاه را از دیدن این مجموعه به خاطر دارم. بعدها او در نامه‌ای به پروفسور برنارد این طور می نویسد: در سوی چپ نرده‌هایی که راه بندرگاه را جدا می کرد، جاده‌ای به یک پاسگاه بازرسی گارد شاهنشاهی منتهی می شد. سپس در کنار دریا به خانه چوبی یک طبقه‌ای می رسیدیم که بر روی آب قرار داشت و بی‌شباهت به جایگاه مربیان شنای ساحل نورماندی نبود. در همین مکان بود که یک روز صبح برای نخستین بار اعلی حضرت را دیدم. او لباس شنا بر تن داشت و حوله حمامی بر دوش انداخته بود. مرا در اتاقی که مبل‌های ساده چرمی با بالش‌های رنگارنگ در آن قرار داشت پذیرفت. این مجموعه دارای چند اتاق مشرف به دریا بود و در جلوی آن یک قایق موتوری و وسایل اسکی آبی به چشم می‌خورد. در ابتدا فکر کردم محلی است برای ورزش، اما بعد متوجه شدم که محل اقامت پادشاه به همین چند اتاق محدود می‌شود و بدیهی است که این مکان شباهتی به قصر شامبور نداشت. حق با اوست، سکونتگاه تابستانی ما خانه‌ای بود محقر و بدون وسایل آسایش لازم. حتی تخت خواب شخصی من طوری بود که میبایست مواظب باشم از روی تخت به زمین نیفتم. اما علارغم همه این اشکالات، ما از زندگی دو نفری و بودن با هم لذت میبردیم. نظر به اینکه جای کافی برای بچه ها وجود نداشت، آنها در خانه‌ای در کنار دریا زندگی میکردند. حتی یک تابستان علیرضا تعطیلاتش را در داخل یک کاروان گذراند. افراد خانواده، دایی و عمه، پسرعمو و دخترعمو و دوستان میبایستی در میهمانخانه های اطراف منزل کنند. روزهای من به شنا و خصوصاً اسکی روی آب میگذشت. مربی و سرمشق ما تیمسار محمد خاتمی، فرمانده نیروی هوایی و شوهر خواهر پادشاه بود. او ورزشکاری به نام بود و همواره آماده انجام عملیات دشوار. بعد از اسکی انفرادی و اسکی با مانه، پرواز روی آب را به ما آموخت، یعنی پرواز با چترهایی که انسان را 20 تا 30 متر بالای آب نگه می‌دارد. در بندرگاه نوشهر کشتی‌های باربری شوروی پهلو می‌گرفت. در نتیجه آب دریا در آن منطقه تمیز نبود، اما ما سخت نمی‌گرفتیم. امروز که به آن دوران فکر می‌کنم متعجبم که چگونه هیچ یک از ما بیمار نشدیم. بعدها برای تعطیلات نوروز به جای دریای خزر به جزیره کیش در خلیج فارس می رفتیم. جزیره بود وحشی و فوق‌العاده زیبا که به غیر از اهالی محل و یک بازار چیزی در آن دیده نمی شد. تنها بنای تازه ساز این جزیره ایستگاه راداری بود که نیروی هوایی ساخته بود. قصد دولت آن بود که در آن جزیره تأسیسات شهری به وجود بیاورد و آن را بندری آزاد اعلام کند و بدینسان مشتریان ثروتمند امیرنشین‌های خلیج فارس را که برای شکار به ایران می‌آمدند اما تعطیلاتشان را در لبنان می‌گذراندند جلب نماید. نخست خانه‌ای برای سکونت ما ساخته شد. سپس میهمانخانه، کازینو، یک بازار جدید و ویلاهای دیگر. این ساختمان‌ها به سبک معماری مدرن اما با حفظ روحیه محلی ساخته شده بودند. دهکده قدیمی این جزیره نیز مرمت و حفظ شده بود. فرزندان ما بزرگ شده بودند و کیش جای مناسبی برای همه نوع تفریح و ورزش بود. در آنجا با هم غواصی را کشف کردیم. رضا و من از دیدن رنگ‌ها و هماهنگی دنیای زیر آب مسحور می‌شدیم و من در ضمن دائما نگران مارهای دریایی و کوسه‌ها بودم که بعضی از اوقات از نزدیک ما می‌گذشتند. همسرم به اتفاق پسر بزرگمان و گاهی نیز فرهناز که با وجود سن کم سوارکار ماهری بود، سوار بر اسب به گردش می رفتند. همسرم از راندن موتورسیکلت لذت می برد و من نیز اندک اندک به این کار علاقه مند شدم. نخست با یک اسکوتر تمرین کردم
و پس از آن موفق به راندن موتورسیکلت واقعی شدم. حتی با بعضی از دوستان مسابقه ترتیب می دادیم. سرعت مرا سرمست می کرد، اما شخصاً راننده قابلی نبودم و بالاخره آنچه در انتظارش بودیم اتفاق افتاد. من از خط خارج شدم، موتورسیکلت به یک سو و من به سوی دیگر پرتاب شدیم. چنین کارهایی معمولاً شایسته یک ملکه نیست و من تعجب و نگرانی افسر محافظم را کاملاً به یاد دارم. من گیج شده بودم و در نتیجه نمی توانستم سر پا بایستم، ولی او فقط نگران حفظ تصویری بود که مردم از ملکه داشتند. لطفاً بلند شین، خواهش می کنم، خوب نیست مردم شما رو تو این وضع ببینن. در واقع همینطور هم بود و عده‌ای به دور ما جمع شده بودند. بعداً ضمن عذرخواهی به او توضیح دادم که پادشاهان نیز مانند دیگر مردان و زنان در مقابل حوادث آسیب پذیرند. او ظاهراً حرف مرا پذیرفت، اما مطمئن نیستم که باور کرده باشد. پس از انقلاب اسلامی شنیدم که به محل حادثه من لقب پیچ فرح دادند. تعطیلات کیش به پادشاه فرصت می‌داد تا با حوصله و فرصت بیشتری به مسائل منطقه خلیج فارس بیندیشد. او مامورین دولت را می‌پذیرفت. از تأسیسات نیروی دریایی و کارخانه‌های کناری خلیج فارس دیدن می‌کرد و به وضع ماهیگیری و کشاورزی آن منطقه توجه می‌کرد. وزیر دربار اسدالله علم معتقد بود که پادشاه باید در مناطق مختلف مملکت سکونتگاه‌هایی داشته باشد و روزهایی را در آن مناطق بگذراند و از نزدیک و به طور مستمر از تأسیسات دولتی بازدید به عمل آورده مقامات را تشویق به فعالیت کند. بدینسان ما تعطیلات سال نو را در خلیج فارس می گذراندیم. برای تعطیلات زمستانی می توانستیم میان اسکی در کوهستان البرز و یا سن موریتس یکی را انتخاب کنیم. من با هر گونه مالکیت در خارج از مرزهای ایران مخالف بودم. همینطور با گذراندن تعطیلات در خارج از مملکت در دورانی که همه را به بسیج برای مبارزه با عقب ماندگی می‌خواندیم. به نظرم خروج از مملکت به استفاده از امتیازات اروپا کار درستی نبود و با اعتقاد ما به لزوم همدلی و همبستگی با هموطنان تضاد داشت. تنها استثنایی که می‌پذیرفتم اقامت 15 روزه‌ای در سن موریتس بود. بدیهی است که من از اسکی کردن در کوهستان‌های ایران لذت بسیار می‌بردم، ولی نمی‌توانستم لحظه آزادانه و بی دغدغه چنان که در سن موریتس ممکن بود همانند دیگران باشم. در ایران من خود را مسئول می‌دانستم، از اداره ایستگاه اسکی گرفته تا لباس مامورین تل اسکی، وضع پیست‌ها و شرایط زندگی مردم آن محل. بنابراین اسکی رفتن من در ایران با تنشی دائمی همراه بود و نوعی ادامه کار روزانه محسوب می شد. مثلا می بایست مواظب صف بستن و نوبت گرفتن مردم برای استفاده از تل اسکی باشم و یا مانع از آن شوم که مامورین مرا خارج از نوبت سوار کنند. به همین جهت سن موریتس برای ما مکانی به شمار می رفت که گذراندن دوره کوتاه در آن نیروی لازم را برای ادامه فعالیت در طول سال به من می‌داد. با وجود این، از زمستان 1355 ما دیگر با آنجا نرفتیم، زیرا مقامات سوئیسی برای حفظ امنیت ما اظهار نگرانی می‌کردند. بعدها متوجه شدم که حق با آنها بود، چون نقشه سوء قصد پادشاه با همکاری مسئولین حزب توده و افراطیون چپ تروریست اروپایی طرح‌ریزی شده بود. بدیهی است که در کنار این تعطیلات خانوادگی بچه‌ها نیز سرگرمی‌های خودشان را داشتند. رضا خیلی زود وارد گروه پیشاهنگی شد و بیگمان خاطره‌های من از دوران پربار پیشاهنگی در این تصمیم‌گیری مؤثر بود و پادشاه نیز ریاست افتخاری پیشاهنگان ایران را داشت. رضا عاشق رفتن به اردوگاه و زندگی زیر چادر و شب زنده‌داری در کنار آتش بود. او که نمی توانست به طور معمول مانند همسالان خود زندگی کند و بدون تردید از این بابت رنج می برد، در میان پیشاهنگان راضی و خوشحال بود، زیرا با او مانند دیگران رفتار می شد و حضور او در اردو مستلزم حفاظتی خاص نبود. در سال 1352 رضا و من در حین شرکت در فستیوال فیلم کودکان از خطر روبوده شدن نجات پیدا کردیم.
ده نفری بازداشت شدند و معلوم شد که این توطئه توسط یکی از گروه های چپ افراطی طرح‌ریزی شده بود. رضا و پدرش علایق مشترکی داشتند و به همین جهت رضا نخست به اتومبیل رانی و سپس به خلبانی روی آورد. هنوز 13 سال نداشت که مربی صلاحیت او را برای خلبانی تایید کرد. تیمسار محمد خاتمی فرمانده نیروی هوایی نیز نظر مربی را تصدیق کرد. از نظر او رضا برای پرواز تک نفره کاملا آمادگی داشت. من از این موضوع سخت بیمناک بودم و در این حال مطمئن که مربی و فرمانده نیروی هوایی امکان کمترین خطری را نمی‌پذیرفتند و اگر با این پرواز موافق بودند به این دلیل بود که به خود و به او اعتماد کامل داشتند. من هم پذیرفته بودم، هرچند معتقد بودم در رفتارهای انسانی و به خصوص در سن حساس یک پسر 13 ساله امکان رویدادهای غیر مترقبه وجود دارد. اگر ناگهان دچار ترس می شد و یا به هر دلیلی کنترل هواپیما را از دست می داد، چه اتفاقی پیش می آمد؟ تیمسار خاتمی نگرانی های مرا بیهوده می خواند. پسر خود او در همین سن پرواز کرده، همه چیز به خیر و خوشی پایان یافته بود. من و همسرم به تفصیل در این باره صحبت کردیم. رضا شدیداً می‌خواست این پرواز انجام شود و چون پسرم مش قبلاً پرواز کرده بود، نمی‌توانستیم مانع خواسته او شویم. تنها دلیلی که می‌توانستیم برای جلوگیری از پرواز او ارائه دهیم، موقعیت خاص بود. او به عنوان ولیعت حق نداشت زندگیش را به خطر بیندازد. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که با تقاضای او مخالفت نکنیم. رضا به حدی وظیفه شناس بود که بدون شک خواست ما را میپذیرفت، ولی انصاف نبود که ما با یک چنین بهانه‌ای او را از این کار شجاعانه محروم کنیم. رضا پادشاه تصمیم گرفت به این بحث پایان دهد و به او اجازه پرواز داد. قرار بر این شد که پرواز روز بعد در پایگاه نظامی صورت گیرد. همسرم طبق معمول با چهره‌ای متین و آرام سر میز صبحانه حاضر شد. در فرودگاه نظامی هواپیمای کوچکی آماده پرواز بود و رضا با لباس خلبانی نمایان شد. فکر اینکه او به تنهایی پرواز کند برایم غیر قابل تحمل بود، ولی سعی می‌کردم نشانی از نگرانی در چهره‌ام دیده نشود. او به من خندید، به پدرش سلام داد و تا گردن در درون هواپیما فرو رفت و از همان نخستین دقایق مهارت او ما را مطمئن کرد. او به آرامی و ظرافت از زمین بلند شد و من احساس کردم که همسرم آرامش خود را به دست آورده است. سراسر پرواز او با اطمینان و آرامش، چون رقصی که برای صدومین بار تکرار می شد، انجام پذیرفت و بالاخره هنگامی که هواپیمای او را دیدم که در انتهای فرودگاه به زمین نشست، برای خودداری از گریه گونه هایم را چنگ می زدم و پادشاه خنده‌ای بر لب داشت که علارغم کوششی که در عدم ابراز احساسات خود می کرد، نشانی بود از لذت و غروری پنهان. با این پرواز ماجرای علاقه پسران ما به هواپیما و خلبانی آغاز شد. پادشاه از این موضوع خوشنود بود و من نیز با وجود نگرانی مداوم درونی از اینکه پدر و پسران در این زمینه اشتراک نظر دارند خوشبخت بودم. در 16 سالگی رضا هدایت یک هواپیمای شکاری آمریکایی F5 را آغاز کرد. این نخستین پرواز با یک هواپیمای جت در فرودگاه نظامی دسفول انجام گرفت. همسرم نمی توانست هنگام این پرواز حضور داشته باشد، اما من با حالتی نگران تر از بار اولی که پرواز کرده بود در آنجا حاضر شدم. او همه حرکات لازم را با مهارت انجام داد و مربی و سایر افسرانی که مرا احاطه کرده بودند پس از به زمین نشستن هواپیما او را به شدت تشویق نموده و چنان که معمول است بر سر او سطل آبی خالی کردند. Thank you.